بیگانگان باید بدونن که فشار خارجی نه تیغ تیز عدالت قوه قضاییه رو کند میکنه و نه چتر گسترده رحمت و رحمت اسلامی قوه قضاییه رو کوچک میکنه. جدال دیپلماتیک بر سر اعدام جنجالی، اتحادیه اروپا کشتن نوید افکاری را محکوم کرد. از واکنش سازمان ملل متحد خواهیم گفت و با گزارشگر ویژه این سازمان گفتگو میکنیم. آیا واکنش اتحادیه اروپا همان چیزی است که انتظار میرفت؟ این سوال را از یک نماینده پارلمان اروپا میپرسم و با یک نماینده پارلمان آلمان حرف خواهیم زد. مرگ نوید افکاری چه ابهاماتی دارد؟ با یک روزنامه‌نگار در این مورد حرف خواهیم زد. در ادامه برنامه امشب، هزینه جانی کولبری برای تأمین مالی زندگی. نوجوان ایرانی در جریان تعقیب و گریز با ماموران از کوه سقوط کرد. من فقط میتونم اینو بگم، من اگر تو ایران نموندم یک دلیل بیشتر نداشت، هیچ آینده‌ای برای بچه‌هام ندارم. قدم در مسیری پرخطر به امید زندگی بهتر. مهاجران ایرانی و افغان با گذر از کوههای آلپ خود را به اروپا می‌رسانند. Ladies and gentlemen, the champion of the 2020 US Open, Dominic Thiem. و معرفی قهرمان جدید مسابقات تنیس اوپن آمریکا. دومینیک تیم می‌گوید که زندگیش را وقف این پیروزی کرده بود. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. اصلاً از بابت من از لحاظ روحی هیچ نگرانی نداشته باشید. این بخشی از گفته‌های نوید افکاری در آخرین فایل صوتی است که از او منتشر شده. جوان 27 ساله متهم به قتل که خودش در دادگاه گفته بود بیگناه است و زیر فشار شکنجه مجبور شده به گناه ناکرده اعتراف کند. نوید افکاری در مکالمه تلفنی با یکی از اعضای خانواده اش ساعت 11 و 23 دقیقه شامگاه جمعه گفت که او و دو برادرش در زیرزمین زندان عادل‌آباد شیرازند و قرار است صبح روز بعد به تهران منتقل شوند، اما همان صبح قوه قضاییه اعلام کرد که او را اعدام کرده. در ساعت پایانی زندگی نوید افکاری چه گذشت؟ چرا کمپین اعدام نکنید این بار نتیجه نداد؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از سیا و شهردلا. حکومت ایران کوشید ماجرای نوید افکاری را به یک پرونده جنایی تنزل دهد، اما ابعاد سیاسی و بین‌المللی آن حالا بالا گرفته. میستر افکاری از اتحادیه اروپا که سخنگویش امروز گفت اعدام نوید افکاری را به شدت محکوم می‌کند، تا این توییت کم سابقه از سفارت آلمان در تهران. عمیقاً از اعدام نوید افکاری متحیر شدیم. پذیرفتنی نیست که برای خاموش کردن صداهای مخالف قوانین اساسی حقوقی نادیده گرفته شود. به غیر از احضار سفیر آلمان و اعتراض به او، قوه قضاییه ایران هم در مقابل موضع‌گیری‌ها ساکت ننشست و اروپایی‌ها را به دروغگویی متهم کرد. از برخی سفارتخانه‌های غربی مقیم تهران که دخالت می‌کنند در امور داخلی ما، ازشون میخوام که اگر از حق و عدل و انصاف بویی نبردید، لااقل ادب دیپلماتیک را رعایت کنید و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوید. بعضی خبرها حکایت از عقب افتادن سفر وزیر امور خارجه ایران به آلمان میکرد که قرار بود جزی از یک سفر اروپایی باشد. در جواب اعدام نوید، ولی در چند پایتخت اروپایی از جمله اینجا در پاریس، جمعی از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی مقابل سفارتخانه های ایران گرد آمدند که از سازمان مجاهدین خلق تا هواداران پادشاهی را در بر می گرفت. تلاش گروه های اپوزیسیون خارجی ایران در فضای واقعی و مجازی برای به دست گرفتن ابتکار عمل در اعتراض به اعدام نوید افکاری. موج همدردی شخصیت‌های ورزشی و هنری ایرانی و غیر ایرانی در داخل و خارج از ایران هم خبرساز شده، از این ورزشکار آمریکایی گرفته تا رخشان بنی اعتماد در داخل ایران و شهره آغداشتو در خارج که پیامی به انگلیسی منتشر کرد. با اینکه در هیئت حاکمه ایران تعدادی از نمایندگان مجلس از اعدام نوید افکاری دفاع و تعدادی از نمایندگان سابق و اصلاح طلب آن را محکوم کردند، شاید هیچ اما هنوز هیچ مقام بلندپایه‌ای در این باره نظر نداده. شاید به این امید که این طوفان خبری بگذرد. وحید کارو برداشت
ولی تلویزیون ایران در روزهای قبل و پس از اعدام نوید افکاری کوشید او را یک قاتل معرفی کند تا همدلی افکار عمومی را به دست آورد. سناریو نویس ها در واشنگتن، تل آویو و ریاض برای مردم ایران سناریوها داشتند. امروز هم برنامه 23 تلویزیون ایران گفت اعتراض به اعدام نوید افکاری سناریوی ساخته و پرداخته آمریکا، اسرائیل و عربستان است که به گفته این برنامه پس از ناکامی در برانگیختن خشم مردم در جریان افزایش قیمت بنزین، ساقط شدن هواپیمای اوکراینی و بحران کرونا، حالا اعدام نوید افکاری را بهانه کردند. نوید افکاری ولی نه تلویزیون ایران و نه قوه قضاییه بجز اعترافی که نوید افکاری گفت تحت شکنجه گرفته شده و این ویدیوی کوتاه، فیلم یا سندی ارائه نکردند که روایت قتل این کارمند دولت در شیراز را به دست نوید افکاری ثابت کند. این پسر پدرش را نخواهد. تا به حال هم مصاحبه ای از طرف منابع مستقل خبری با خانواده مقتول نشده که روشن شود آنها چگونه در مورد قتل فرزندشان به دست نوید افکاری متقاعد شده اند. شتاب زدگی ماموران امنیتی در به هم آوردن سر و ته مراسم تشییع جنازه نوید افکاری حکایت از نگرانی های امنیتی داشت، ولی مانع از انتشار این صحنه های دردناک نشد. این شتاب زدگی در اعدام نوید افکاری هم خود را نشان داد. هر جایی که آسیب دیده بود، چنانچه امروز نواری از آخرین مکالمه آقای افکاری چند ساعت پیش از اعدامش منتشر شد که نشان میداد اصلا نمیدانست قرار است تا چند ساعت دیگر به دار آویخته شود. در انتهای توییت امروز سفارت آلمان در ایران اشاره به دو برادر نوید افکاری هم شده با این عنوان که به همبستگی ما نیاز دارند. تلاش آلمان برای معطوف کردن افکار عمومی به سرنوشت وحید و حبیب که به رغم دریافت احکام طولانی زندان در بند عمومی زندان عادل‌آباد شیراز نیستند و وضعیت آنها نامعلوم است. سیاوش اردلان، بی بی سی. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران از بدفورد بریتانیا با ماست. آقای رحمان، خوش آمدید به برنامه. ابتدا از بیانیه‌ای که منتشر کردید شروع بکنیم. در این بیانیه ضمن محکوم کردن اعدام نوید افکاری از جامعه جهانی خواستید که به شدت نسبت به این اقدام ایران واکنش نشان بده. جامعه جهانی چطور باید واکنش نشون بده؟ Thank you for giving me this opportunity to speak. متشکرم از این فرصت رو به من دادین که صحبت بکنم. همونطور که شما در بیانیه ما دیدید، ما به شدت محکوم کردیم اعدام خودسرانه و شتاب زده آقای نوید افکاری رو. چند تا چیز هست که ما از جامعه بین‌الملل می‌خوایم که انجام بدن. ما اونچه که درخواست داریم از جامعه بین‌الملل این هست که قویاً این نقض اساسی قوانین حقوق بشر رو محکوم کنن. اگه اجازه دادید بگم، محاکمه آقای نوید افکاری کاملا غیر منصفانه بود، نتونست با قواعد بین المللی و قوانین دادرسی مطابق باشه. اسناد زیادی وجود داره که آقای نوید افکاری شکنجه شد تا اعتراف بکنه بر علیه خودش. دادگاه پشت درهای بسته بود، اون موازین یک دادگاه منصفانه رو نداشت و تنها سندی که بهش استناد شد اعترافاتی بود که طریق شکنجه به دست آمد. علاوه بر نقض حقوق بشر، قوانین بین‌الملل و خود قوانین ایران، خانواده نوید افکاری هم اجازه نیافتند که با خانواده قربانی دیدار بکنند. آقای افکاری هم اجازه داده نشد بهش قبل از اعدامش که بتونه خانوادهش رو ببینه و این نشون میده که چقدر بیرحمانه و پرتوحش بود این رفتاری که با آقای نوید افکاری شد. بنابراین با توجه به همه اینها، ما از جامعه بین الملل میخوایم که این اعدام رو به عنوان ناکامی جمهوری اسلامی ایران در پیروی از تعهداتش نسبت به موازین حقوق بشر اعلام بکنند، که فقط هم محدود به این نیست و شامل و دربرگیرنده نقض دیگر موازین حقوق بشر هم هست. ما از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم که به روشنی
به ایران بگویند که این تلاشی از طرف حکومت ایران برای ایجاد ارعاب و اذیت و آزار فعالان سیاسی و ایجاد وحشت بین معترضان و فعالان حقوق بشر هست که حق مشروع برای ابراز مخالفت سیاسی دارند. ما همچنین از جامعه بین‌الملل می‌خوایم که فشار بیارن بر دولت ایران تا بلافاصله تمام اعدام معترضان رو متوقف بکنه. اساساً ما از ایران می‌خوایم که تمام قوانین جنایی مطابق باشند با قوانین حقوقی و دادرسی‌های کامل به دور از شکنجه و جامعه بین‌الملل می‌خوایم که اطمینان حاصل بکنند که ایران با تمام این موازین متحد باشه. متشکرم. آقای جاوید رحمان، بسیاری از فعالان حقوق بشر ایران از خود شما سوال دارند که به هر حال چند هفته هستش که پرونده نوید افکاری خبری شده بود. از سوالشون از شخص شما اینه که شما چه کردید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای اینکه جلوی این اعدام رو بگیرید؟ همونطور که شما میدونید ما به شدت درگیر بودیم در تماس با دولت جمهوری اسلامی ایران. شما گزارش من رو دیدین که قرار هست به زودی به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه بکنم، که در اون گزارش به شدت بدرفتاری، دستگیری و شکنجه معترضان مسالمت جو رو محکوم کردم و یک سری توصیه هایی رو ارائه دادم، از جمله تحقیق ها و تفحص ها در زمینه دستگیری های خودسرانه و شکنجه هایی که داره انجام میشه. بنابراین من به شدت و از نزدیک با جامعه بین الملل کار کردم تا ما بتونیم پیشگیری بکنیم از اعدام ها و شکنجه ها در ایران. همونطور که میدونید ما به شدت کار کردیم برای متوقف کردن و به تأخیر انداختن حکم اعدام 3 معترض دیگه که دیوان عالی کشور اعدامشون رو چند ماه پیش تایید کرده بود، و من فکر میکنم که سازمان ملل، جامعه مدنی و جامعه فعالان حقوق بشر در دنیا میتونن اعمال نفوذ بکنن در جلوگیری از این موارد. و باید بگم که واقعا من ناراحت و متاثر شدم از اعدام شتاب زده آقای نوید افکاری. عده‌ای از فعالان حقوق بشر میپرسن که به هر حال از سال 2011 حقوق بشر ایران گزارشگر ویژه داشته در سازمان ملل، اما در همه این سالها شاهد شاید بدتر شدن وضع حقوق بشر در ایران شدیم. کارکرد گزارشگر حقوق بشر چه بوده در این سالها برای ایران؟ مرسی. همونجور که شما به درستی میگفتین، از سال 2011 سازمان ملل یک گزارشگر ویژه حقوق بشر در زمینه ایران رو تعیین کرده. ما مرتب داریم وضعیت حقوق بشر در ایران رو زیر نظر میگیریم. ما صدامون رو بلند میکنیم، تا حد ممکن بحث ایجاد میکنیم و با تمام دولت‌ها و جامعه بین‌الملل و خود جمهوری اسلامی در تماس هستیم. اما مشکل اصلی که ما داریم اینه که ما از طرف ایران اجازه راهیابی به داخل کشور نداشتیم و این بسیار دشوار میکنه که ما بریم داخل کشور و به طور مستقل نظارت بکنیم بر موارد جدی نقض حقوق بشر در ایران. برای همین در این حال که ما به شدت فعال هستیم تا بتونیم نگرانی های خودمون رو به جامعه بین‌الملل اعلام بکنیم، به نه فقط جامعه بین‌الملل، به مجمع عمومی سازمان ملل، به محافل حقوق بشری و همینطور تعامل با جمهوری اسلامی ایران، ما همچنان مثل خیلی از فعالان مدنی دیگه متکی هستیم به این امکان و این فرصتی که بتونیم به داخل ایران سفر بکنیم که تحقیق بکنیم، فرصت رو داشته باشیم که تحقیق بکنیم درباره موارد جدی نقض حقوق بشر. آقای جاوید رحمان، شما با کشورهای زیادی در تماس هستید، اساساً آیا فکر میکنید که مسئله حقوق بشر در ایران جز اولویت‌های غرب محسوب میشه، یا اینکه صرفاً آنها نگران منافع اقتصادی و برنامه هسته‌ای ایران هستند؟ من فکر میکنم در طول این مدتی که من مسائل حقوق بشر مورد تحقیق قرار دادم،
این مسائل برای همه کشورها مهم هست. من فکر میکنم یکی از چالش هایی که ما داریم اینه که چجوری میتونیم بهبود بدیم وضعیت حقوق بشر رو در کشوری که خود دولت اون کشور داره به صورت خیلی آشکار تعهدات بین المللی خودش رو زیر پا میذاره. ما یک سری حقوقی رو داریم که خود ایران توافق کرده که از اونها پیروی بکنه، ولی در عین حال میبینیم که به طور روزانه همین حقوق دارن زیر پا گذاشته میشن، مثلا بند 16 هم منشور سازمان ملل در زمینه حقوق بشر. برای همین در جواب به سوال شما، من فکر میکنم این تعهد وجود داره، این حس عمومی برای بهتر کردن وضعیت حقوق بشر در ایران در برابر این موارد جدی با انگیزه سیاسی نقض حقوق بشر وجود داره. میدونیم که جمهوری اسلامی برای افراد دیگه‌ای هم حکم اعدام صادر کرده، افرادی با پرونده‌های سیاسی. خواسته شما چیه الان از مقام‌های ایران؟ همونطور که من به شما گفتم، من یک گزارش بسیار مفصلی رو تهیه و تنظیم کردم و طی ماه آینده به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهم داد و در بیانیه‌ای که امروز منتشر کردیم، من ترغیب کردم دولت ایران که بلافاصله دست از اعدام معترضانی که محکوم به اعدام شدن برداره. به نظر من این یک مسئله بسیار مهمی هستش که دولت ایران باید بسیار جدی بگیره. دولت ایران باید بپذیره که تعهدات بین‌المللی داره و باید بپذیره که ناکام بوده در عمل به تعهدات بین‌المللی خودش، و من از جامعه بین‌الملل میخوام که اقدام بسیار جدی رو اتخاذ بکنن. یعنی اصلا غیر قابل قبول این کشتن فاجعه بار آقای نوید افکاری که یادآوری هستش از موارد جدی نقض حقوق بشر در ایران، و من ترغیب میکنم جامعه رو بنامد که این رو یک اولویت قرار بده که اطمینان حاصل بکنه که این اقدام، این اعدام شتاب زده و خودسرانه یک مرد بیگناه قابل قبول نیست. من از جامعه بین‌الملل و جامعه مدنی و تمام مردم دنیا میخوام که در پشت این موضع‌گیری قرار بگیرن و پیشگیری بکنن از اینکه یک بیگناه دیگر به چوبه دار آویخته بشه. متشکرم جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد. و اما علی کلایی، روزنامه‌نگار از گوتنبرگ سوئد با ما. آقای کلایی، خوش آمدید به برنامه. ابهاماتی مطرح هست درباره چند ساعت آخر زندگی آقای افکاری، از جمله عده‌ای این سوال رو مطرح کردن که آیا او اساساً اعدام شده یا به قتل رسیده. نظر شما چیه؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان محترمتون. ابتدا اشاره بکنم که به قول خود نوید افکاری، نوید در برابر یک حریفی به عنوان بی‌عدالتی ناجوانمردانه خب متاسفانه به خاک افتاد. ببینید، دو تا سناریو مطرحه، یکیش قوی‌تره یکیش ضعیف‌تره. در هر دو سناریو آنچه که برای آن اتفاق افتاده بر اساس قوانین موجود جمهوری اسلامی قتل هستش، یعنی حد نوید افکاری به قتل رسیده. سناریو اول، فرض کنیم که اعدامی صورت گرفته، این اعدام ملاقات آخری اتفاق نیفتاده، در این اعدام گفته میشه که خانواده اولیای دم حضور نداشتن. فراموش نکنیم سخنگوی قوه قضاییه صراحتا اعلام کرد که حکم نوید افکاری قصاص هست، در قصاص قاعدتا باید خانواده اولیای دم باشه. نکته دیگه این که برای در واقع اعدام کردن مرسوم شب قبل میبرن در واقع انفرادی، و اون حالا روالی که اتفاق میفته ساعت یا بنا به گزارش خودتون ساعت 11:23 در واقع شب قبل از اعلام مرگ نوید افکاری گفتگو کرده، امیدوار صبح بره تو انتقالش بدن تهران. از 15 جا آسیب دیدگی در بدنش صحبت کرده، از حضور موسوی رئیس دادگستری استان فارس صحبت کرده، از اینکه خادم الحسینی رئیس گارد زندان شیراز و چند تا سرباز مجروبش کردن صحبت کرده. ببینید، این اتفاق در واقع نشون میده که دست کم اون روال قانونی در به هیچ صورت در مورد اعدام، به فرض اعدام اتفاق نیفتاده. اما نوید افکاری از شکست شدن بینی صحبت نمی کنه، اما اون شاهدان در واقع میگن بینی نوید افکاری شکسته.
گفتم خانواده در واقع مقتول که به نظر من به اونها هم ظلم شده، چون به خانواده مرحوم ترکمان هم ظلم شده، چون در واقع یک فرد دیگه ای رو که صراحتا اعلام کرده بارها که آقا من این کار رو انجام ندادم رو به عنوان قاتل گرفتن و حالا در واقع به هر صورتی ایشون رو کشتن و اون قاتل مرحوم ترکمان الان احتمالا راست داره تو خیابون میچرخه. یعنی این مسئله به اونها هم ظلم جدی این اتفاق افتاده. بنابرای هر دو سناریو قتل احتمال، ببینید ما در واقع باید در واقع تکه‌های پازل رو بذاریم کنار هم. روال اعدام معلوم نیست اتفاق افتاده باشه یا نه. بینی که در گفتگوی 11:30 شب در واقع نوید چیزی از شکست شدنش نمیگه، اما موقع دفن پیکر بینی شکسته بوده. آیا سوال پیش میاد، قبلا هم اتفاق افتاده، آیا آنچه که بر ستار بهشتی گذشت، آنچه که بر زهرا کاظمی گذشت که زیر بازجویی و اون روالی که اتفاق افتاد، آیا یه همچین اتفاقی برای نوید افکاری افتاده و بعد آقایون برای اینکه در واقع آنچه که جنایتی که اتفاق افتاده را لاپوشونی بکنن اعلام کردن که ما اعدام کردیم، که گفتم این اعدام حتی با توجه به روایین موجود هم غیر طبیعی است، علاوه بر غیر طبیعی بودن ناعادلانه است. من هم اینکه دادرسی نوید افکاری غیر عادلانه بود یا دادگاه ممکن مواردی که آقای جاوید رحمان فرمودن، فارغ از همه اینها نوید افکاری و امثال هم قربانی مجازات غیر انسانی به نام اعدام شدن. اصلا اون هم در واقع روش حرف از مجازات قاعدتا در واقع مخالفه. آقای طلایی که اعدام چقدر شاید احتمال اینکه ما مطمئن شیم حقیقت چه بوده شاید بسیار دشوار باشه، اما چه اعدام چه قتل، چی میشه که جمهوری اسلامی با توجه به این میزان حساسیت افکار عمومی چنین اقدامی میکنه و حاضر چنین خطری رو بپذیره که نوید افکاری رو چه اعدام بکنه چه به قتل برسونه؟ ببینید اولا خب سیاست النصر به رعب نظام همیشه کار کرده. ما با جمهوری اسلامی حاکمیتی طرف هستیم، تو همین 3 سال اخیر یه دی 96 یا آبان 98 و یه اتفاقات بعد از سقوط هواپیما و سرنگونی هواپیما و من به اتفاقاتی که افتاده تو همین 2-3-4 سال اخیر ما شاهدش بودیم. بنابراین تعجبی نداره که برای در واقع پر کردن یک سناریو و برای در واقع آماده کردن این سناریو یک فرد رو هم در واقع از بین ببرن. علاوه بر این که کمپین های پیشین مثل کمپین اعدام نکنید هم موقتا پیروز شده. فراموش نکنیم اون سه تا جوان مرادی تمجیری و رجبی اونها اعاده دادرسی شدن. ما نمیدونیم بعد از اعاده دادرسی اونها چه اتفاقی در واقع خواهد افتاد. ایزن شرایط زمان و مکان رو هم در نظر بگیریم، در واقع رفتار حاکمیت رو در نظر بگیریم، همتر به شرایط الان شرایطی است که آقایون به این جمع‌بندی رسیدن که با سیاست النصر به رعب در واقع هر کاری فضا رو آروم بکنن. حالا آیا به این دلیل هستیم که به هر حال سال دیگه آقایون میخوان انتخاباتی رو انجام بدن؟ آیا به این دلیل هستیم که اون بحث فصل جانشینی و مسائل دیگه مطرح هست؟ شرایط بین‌المللی جمهوری اسلامی مطرح هست؟ در همه این در واقع همه اینها کارنامه حوزه حقوق بشر کارنامه فاجعه باریست. باز اعلام میکنم تمام این بحثایی که با انجام دادیم در مورد اعدام و قتل و تمام اینها با ذکر این نکته است که مجازات غیر انسانی اعدام در واقع از مبنا باید در واقع در ایران مجازات غیر حقوق بشر و حقوق بشر تو بعد برشیده بشه و در واقع این نکات رو به نظر من باید ما لحاظ بکنیم. آقای کلایی فکر می‌کنید که چرا برخلاف دفعه پیش این بار کمپین اعدام نکنید دست کم موقت موفق نبوده؟ من از خدمتتون اولا اینکه اصلا اعدام یا قتل سوال یک سوال. سوال دومی که فرض شما مبنی بر موفق بودن کمپین اعدام نکنید، اون موفقیت مقطعی بوده. ما باید ببینیم حالا به هر حال در اون مقطع موفق بوده دیگه. ببینید بله در اون مقطع موفق بوده، یک موجی ایجاد شده و در اون مقطع موفق بوده. من همینه که باز برمیگردم به پرسش اول شما. 11:30 شب قبلش در میرن معاینه میکنن نوید افکاری رو، رئیس دادگستری استان فارس حضور داره. خیلی مهمه ببینید ما این بحث اعدام یا قتل خیلی مهمه که ببینیم بالاخره یک روزی خواهیم فهمید که چه اتفاقی افتاده. آیا
به نظر من به احتمال ضعیف‌تر اعدام شده یا به احتمال قوی‌تر اتفاق دیگری افتاده. این در واقع مسئله مسئله خیلی مهمیه که باز پیش‌فرض شما به شرایط پرسش شما زیر سوال می‌بره. شما میگید کمپین اعدام نکنید، اینجا ما نمی‌دونیم اصولا اعدامی اتفاق افتاده یا مسئله یا در واقع قتلی اتفاق افتاده. صحیح. متشکرم علی کلای روزنامه‌نگار از گوتنبرگ سوئد با ما. ممنونم. سپاسگزارم وقتی. پیش از برنامه گفتگوی داشتم با چارلی وایمرز نماینده سوئد در پارلمان اروپا و از او پرسیدم چرا بسیاری از کشورهای اروپایی تنها تحت پوشش اتحادیه اروپا به ادامه نوید افکاری واکنش نشان دادند. متشکرم که منو دعوت کردین. به عنوان نقطه شروع بس اجازه میخوام که از شما نظر و برداشت خودم رو راجع به اعدام نوید افکاری بگم. او تحت شکنجه وادار به اعتراف شد، مراحل درست دادرسی طی نشد، او نه تنها اعدام شد بلکه توسط ملاها به قتل رسید. اون چه که ما الان داریم میبینیم فقدان یک واکنش مناسب از طرف اروپا هست. این مساهمه اروپا دلایل متعددی داره. اولین دلیلش این هست که اتحادیه اروپا نمیخواد رهبری جمهوری اسلامی ایران رو به هر بهایی دلخور بکنه. من خودم شوکه شدم وقتی بیانیه اتحادیه اروپا رو امروز دیدم که حتی صحبتی از نبود دادرسی صحیح در مورد اعدام نوید افکاری اعلام نکرد، فقط به طور خیلی کلی مخالفتش رو با مجازات اعدام اعلام کرد. همین امروز من به مکالمه بین یکی از خبرنگاران وال استریت جورنال و یکی از سخنگوهای اتحادیه اروپا گوش دادم. خبرنگار یه سوال خیلی مشخصی داشت: آیا اتحادیه اروپا خواستار آزادی نوید افکاری یا به تعویق افتادن اعدامش شد یا نه؟ آری یا نه؟ و هیچ جواب مشخصی هم به خبرنگار داده نشد. اتحادیه اروپا گفت که اعدام نوید افکاری رو محکوم کرد. این کاریه که شما باید به هر حال انجام بدید، اما سوال اساسی اینه که قبل از اعدام نوید افکاری چه کار کردین؟ من واقعا احساس انزجار میکنم از این سیاست یک بام و دو هوایی اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپایی که به این سرعت به آمریکا حمله کرد و این کشور رو به خاطر مرگ جورج فلوید محکوم کرد. من آماده هستم نامه‌ای بنویسم به یکی از مقامات بلندپایه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آقای بورل، که روشن بکنه آیا اتحادیه اروپا قبل از اعدام نوید افکاری اقدامی کرد یا نه. این وجاهت و اعتبار اتحادیه اروپا است که الان زیر سواله. علت این گونه واکنش نشان دادن اتحادیه اروپا چیه به نظر شما؟ Well, I would say that the EU leadership is, and the member states. به نظر من رهبری اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌ترسند که روابط دیپلماتیک خودشون رو با رژیم ایران به خطر بندازد. بله، آدم همیشه میخواد مواظب باشه که در زمینه سیاست خارجی علیه دولت خودش حرف نزنه، اما اجازه بدین من در اینجا استثناء قائل بشم و در مورد سوئد صحبت بکنم. یک مشکلی که شما هم دارین روش انگوش میذارید. وزیر خارجه سوئد یک بیانیه منتشر کرد که در این بیانیه فقط خودشو محدود کرد به ابراز انزجار نسبت به اعدام نوید افکاری، ولی هیچ ابراز محکومیتی نکرد برای زیر پا گذاشته شدن کرامت انسانی یا هر گونه اقدام تنبیهی علیه ایران. منم فکر میکنم واقعا این دولت سوئد همون دولتی هستش که اسم خودش دولت فمینیست میذاره، میره ایران روسری سرش میذاره و با مقامات جمهوری اسلامی ایران دل و قلوه میده
میدن و به حقوق زنان پشت میکنن، حقوق زنانی که در ایران فعالیت میکنن. به نظر من این یک رویه هست که بر اساس اون فقط با قواعد ملاها اینا بازی میکنن. یک دلیلش دلایل مالی هست که اتحادیه اروپا میخواد با رژیم ایران یک رابطه مالی داشته باشه، ولی علاوه بر اونها این اعتقاد هم در بین اروپایی ها هست که هیچ کار دیگه اونها بکنن جواب نمیده. تنها کاری که میتونن برای تاثیرگذاری بر رفتار ایران انجام بدن همینه. ولی واقعیت اینه که شما اگه به این مسئله نگاه بکنید میبینید که به رغم این برخوردهای ملایم از طرف اتحادیه اروپا، رهبری هیئت حاکمه تهران رفتارش رو عوض نمیکنه، اتفاقا داره شهروندهای خودش رو اعدام میکنه. برای همین لازمه که اتحادیه اروپا این روزها دنده رو عوض کنه. فکر میکنید اتحادیه اروپا چه کار باید بکنه یا چه کار میتونه بکنه؟ شماره یک، اول از همه غرب باید از اهرم‌های خودش استفاده بکنه و یک معامله هسته‌ای بهتری رو با ایران انجام بده. میدونید ما اینجا داریم صحبت از مثلا بمباران ایران نمی کنیم، ما داریم صحبت از اعمال یک اقدام اروپایی، مثلا اعمال تحریم علیه کسانی می کنیم در حکومت ایران که خون شهروندان ایرانی روی دستشونه. ما داریم صحبت می کنیم مثلا راجع به یک تحریم ورزشی، قتل نوید افکاری قتل یک ورزشکار بسیار بزرگ بود. پس اجازه بدین که ما لحاظ ورزشی ایران رو تحریم کنیم. علاوه بر اینها بیایید تمام گزینه ها رو روی میز بذاریم. اگر شما نگاه بکنیم به مقام سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رفتارش مثلا در قبال ترکیه و رفتار تهاجمی ترکیه در شرق مدیترانه، او به ترکیه گفت که ما همه گزینه ها رو روی میز داریم، ولی در زمینه ایران تنها چیزی که من روی میز میبینم هویج هست. پس بیاید یک ذره چماق هم روی میز بذاریم و به رهبری ایران نشون بدیم که ما حرفمون حرف بسیار محکمیه. وقتی اونها از طرف ما چنین رویه رو ببینن، من فکر میکنم که باعث میشه مقامات ایران هم در رفتار خودشون تجدید نظر کنن. چارلی وایمرز بود، نماینده سوئد در پارلمان اروپا. و اما امید نوریپور، نماینده حزب سبزها در پارلمان آلمان، از برلین با ماست. آقای رسولوف رو بعداً باشون صحبت میکنیم، مهمان فعلی برنامه امید نوریپور هست. امیدوارم که از استودیو بتونیم ارتباطمون رو برقرار بکنیم. آقای نوریپور خوش آمدید به برنامه. ابتدا از اینجا شروع بکنیم که آلمان جز کشورهایی هست که واکنش بسیار شدید و لحنی داشته نسبت به اعدام نوید افکاری. ارزیابی شما چیه از واکنش آلمان؟ ما یک سفیر شجاع داریم در ایران و من میدونم که سفرهایی که تا حالا داشتیم همه به این شجاعت نبودن، که خیلی صحبت درستی زده و گفته که این کاری که در ایران پیش اومده، این اعدام، این قتل نوید افکاری، فاجعه بزرگیه، نه فقط برای مردم ایران و بلکه برای هر کسی، هر انسانی. و حالا میبینیم که از طرف دیگه، از طرف وزارت امور خارجه ایران دعوتش کردن، یعنی دعوت که نکردن، اظهارش کردن که بیا صحبت کنه، و نشون میده که این یه حرف درستی از طرف سفیر آلمان، سفیر ما در ایران زده شده. و حقیقتش رو بخواید، چون که این کار نسبتا جدیدیه، چون که سفیر زیاد نداشتیم که همچین حرفای به این مسیج به این راحتی و درستی زده باشه، من خیلی به این حرف ایشون افتخار میکنم. آقای نوریپور، سوالی که برای بسیاری از فعالان حقوق بشر مطرحه اینه که فرضاً در اعتراضات آبان صدها نفر کشته شدن توسط نیروهای جمهوری اسلامی، هواپیمای اوکراین به دست سپاه پاسداران ساقط شد، چرا آلمان تا اینجا صبر کرد؟ چرا پیش از این واکنش آنچنانی نشون نداد به این اقدامات جمهوری اسلامی؟ دو دلیل داره به نظر من. یکی این که وزیر امور خارجه ما کلاً ضعیف و در این موارد زیاد صداشو بلند نمی‌کنه، که واقعا برای من خیلی چیز شرمنده‌ایه. دلیل دوم اینه که خب نه فقط آلمان بلکه اروپایی‌ها از ترس اینکه برجام رو از دست بدن
از ترس اینکه بعد رفته برجام ایران هسته‌ای بشه، خیلی سعی میکنن آروم آروم صحبت کنن و به نظر من این کار اشتباهیه. من خودم موافقم با برجام. به نظر من اگه این نظام در ایران به بمب اتمی برسه، قدرتشون بیشتر میشه، فشار روی مردم بیشتر خواهد شد. ولی غیر از اون هیچ ربطی به وزارت به وضعیت حقوق بشر و هیچ ربطی به فشار عظیم روی مردم ایران، هیچ وقتی به شکنجه و اعدام نداره. و این چیزایی که وظیفه ماست به عنوان جامعه بین‌المللی، وظیفه ماست به عنوان اروپایی ها که حرفشون مستقیم بزنه به ایران. اساسا فکر میکنید که اروپا چقدر دغدغه حقوق بشر داره؟ به نظر من کار که در سالهای اخیر شده خیلی کم بوده. به نظر من سکوت فوق العاده زیاد بوده و باعث شده که خب خیلی از مردم ایران دیگه اعتماد زیاد به اروپا ندارن، برای اینکه خیال میکنن ما فقط دنبال جیب خودمون هستیم. البته باید بگم که کلن مقدار درآمدی که اروپا از ایران داشته خیلی رفته پایین، نه فقط به خاطر آمریکایی‌ها، بلکه به خاطر اینکه وضعیت در ایران هم خب تغییر کرده. ولی اصولاً وضعیت حقوق بشر و وظیفه ما که صحبت بکنیم و وظیفه هر سفیر اروپایی و بین‌المللی هست که در ایران حرفشو بزنه و در مشخصه که وظیفه هر وکیل هم هست و هر وزیر هم هست که حرفشو بزنه. متشکرم از شما. امید نوری‌پور، نماینده حزب سبزها در پارلمان آلمان. اما اعدام نوید افکاری واکنش‌هایی رو هم در بین افراد مشهور یا سلبریتی‌های ایرانی داشت، از گلشیفته فراهانی هنرپیشه در فرانسه تا ابی خواننده در آمریکا و رخشان بنی اعتماد و محمد رسولوف فیلمساز در ایران. آقای رسولوف در توییتی نوشته نوید افکاری طعمه نمایش قدرت سرکوبتان شد، اما جان او در جان ما نشست. همانجا که یاد کشته‌های آبان، یاد مسافران پرواز اوکراین، یاد پویا بختیاری، اعدام‌ها در کردستان، یاد رنج‌های نسرین ستوده، نرگس محمدی و همه کوشندگان آزادی نشسته است. او همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی پرسیده آیا اقیانوس نفرتی که می‌سازید نمی‌هراسید؟ محمد رسولوف فیلمساز از تهران به ما پیوسته. آقای رسولوف، نوشتید که نوید افکاری طعمه نمایش قدرت سرکوب شد، میشه بیشتر توضیح بدید؟ به نظر من نخستین پیشبینی که میشد درباره برخورد حاکمیت با این خواست عمومی که دست از خشونت برداشته بشه و در واقع مجازات اعدام رفته رفته از جریان قضایی ایران حذف بشه، همین بود که با صدای بلند بگه که این تعیین کننده من هستم، این قدرت من هستم و بر اساس همان پیش‌فرض هایی که قبلا به شما تحمیل کردم باز هم براتون تعیین سرنوشت میکنم. فکر کنین که کمپین اعدام نکنید شکست خورده؟ ببینید، این نوع حرکت‌های اجتماعی یک پروسه طولانی هست، خصوصا وقتی که شما اعتقاد دارید که بدون خشونت و دور از هر گونه خشونت باید تلاش کنید برای تغییر شرایط. اون موقع دیگه کار خیلی سخت‌تر میشه. به هر حال ما با یه دستگاهی روبرو هستیم که این عقیده رو نداره. خشونت جزء لاینفک مجازات هایی هست که اونها در نظر میگیرن، خصوصا اینکه خودشون رو در جایگاه یک حاکمیت اسلامی میبینن و بنابراین به خودشون حق میدن هر کاری بکنن، به خودشون حق میدن برای حفظ نظام اسلامی دست به هر کاری بزنن. بنابراین نباید تصور کرد که اگر امروز ما این تقاضا رو در یه سطحی از افکار عمومی، همه افکار عمومی هم به هر حال درگیر فضای مجازی نیستن، ما توی سطحی از افکار عمومی هستیم، وقتی تو این سطح هستیم به هر حال میکوشیم، تلاش میکنیم، ولی قطعا به این آسونی نمیتونیم نتیجه بگیریم. آقای رسولوف، بسیاری در همون فضای مجازی گلمند بودند از هنرمندان، ورزشکاران، اصطلاحاً سلبریتی های ایرانی که چرا سکوت کردند. به نظر شما علت سکوت چه میتونه باشه؟ ببینید، دلیل سکوت در خود امام حاکمیت نهفته است. شما وقتی دقت میکنید اینکه در واقع مطالبات اجتماعی به سطحی میرسه که حاکمیت تصمیم میگیره با
سرکوب فقط جواب بده، مهمترین دلیل سکوته. بسیاری از افراد شاید دوست داشته باشن نظرشون رو بگن، اما این شرایط براشون وجود نداشته باشه یا در مجموع نتونن خواسته واقعیشون رو به زبون بیارن یا حاضر باشن بابتش هزینه پرداخت بکنن. من فکر میکنم این یه انتخاب شخصیه، فکر میکنم که به این آسونی نمیشه دربارش تصمیم گرفت، به این آسونی نمیشه خودمون رو در جایگاه افراد مختلف قرار بدیم و به یک دستورالعمل برسیم. حقیقتش من خودم شخصا فکر میکنم که نمیتونم نظرمو نگم و دوست دارم احساسم رو بیان کنم و از رسانه‌های اجتماعی استفاده میکنم و اینو توضیح میدم، اما اینکه الزاماً بخوام بگم که همه ناچارن این کارو بکنن مطمئن نیستم. ولی نقدی که عده‌ای دارن به هنرمندان و ورزشکاران اینه که زمانی که انتخابات برگزار میشه، عده‌ای بر حال عده‌ای از این هنرمندان موضع سیاسی میگیرن در حمایت از یک نماینده انتخابات وارد عمل میشن، اما زمانی که عملکرد ضعیف داره اون دولت سکوت میکنن و اونها این عده از سلبریتی‌ها و هنرمندان رو به عافیت طلبی متهم میکنن. متاسفانه این اتهام بیراه نیست. در تعدادی از افراد خب میشه اینو دید، این تجربه سالهاست، چند دهه است که من میشناسمش و باش سر کار دارم. طبیعتا در زمان انتخابات شخصا خودم به خودم این حق رو نمیدم که درباره تصمیم گیری مردم پیشنهادی بدم، چون فکر میکنم هر کسی خودش باید به یه شناختی برسه درباره رأی دادن. اما یه چیز دیگر هم در نظر بگیرید، به هر حال یه گروهی از مردم که حالا هنرمندان جزشون محسوب میشن، حالا ممکنه فقط با این شانس که شناخته شده هستن بتونن حرفشون رو به گوش بقیه برسونن، معتقدن که باید مثبت نگاه کرد، باید تلاش کرد برای بهبود شرایط موجود. ممکنه من شخصا خیلی با این شرایط و با این وضعیت موافق نباشم از طرف اونها، اما خیلی از همکاران من هستن که با دید مثبت تلاش میکنن به این شرایط نگاه کنن. هر بار که یه کورسویی از تحول رو میبینن میکوشن که این تحول رو یک جوری به نفع جامعه تموم کنن، ولی متاسفانه هر بار سرخورده و غمگین‌تر از دفعات قبل میشن. و خود این مجموعه، این سیکل معیوبی که شاهدش هستیم، به مرور زمان نشون میده که دستگاه حاکمیت اگر صدای مردم رو نشنوه، من بارها اینو گفتم بازم تاکید میکنم، حاکمیت به دستهای خودش داره خودش رو از بین میبره و این خیلی روشنه. به نظر من آنها بر شاخه نشستن که خودشون دارن اونو میبرن و من فکر میکنم این آخرین مطالبه‌ای که با سرخوردگی جمعی سطح زیادی از مردم روبرو شد و تلاش برای از بین بردن این مطالبه، طرح این مطالبه که خشونت کافیه وقتی موفقیت آمیز نیست، میتونه عواقب خیلی دردناک و خطرناکی داشته باشه. متشکرم. محمد رسولوف فیلمساز از تهران با من. یک نوجوان ایرانی که برای کمک به خانواده و خریدن گوشی هوشمند کولبری می‌کرد، زمانی که از دست ماموران مرزی فرار می‌کرد از کوه سقوط کرد و به شدت زخمی شد. همزمان با شیوع کرونا، وزارت آموزش و پرورش اپلیکیشنی برای آموزش آنلاین معرفی کرده که برای استفاده از آن باید حتماً گوشی هوشمند یا تبلت داشت. در سال‌های اخیر برخورد با کولبران تشدید شده و عده بیشتری از آنها جانشان را از دست دادند. جزئیات در گزارشی از فرین ناصمی با این توضیح که بعضی از تصاویر این گزارش ممکن آزاردهنده باشه. مانی کولبر 14 ساله‌ای که حالا مصدوم شده. دانش آموزی که همراه مادرش کولبری می‌کرد تا بتواند گوشی هوشمند بخرد تا اپلیکیشن شاد را روی آن نصب و در کلاس‌های آنلاین مدرسه شرکت کند. خیلی از دانش آموزان و خانواده هایشان به گوشی های هوشمند و تبلت دسترسی ندارند و عملا امکان ادامه تحصیل برای آنها فراهم نیست. مانی هاشمی چند روز پیش از کوه سقوط کرد. بار او و مادرش 4 بسته 25 کیلویی لوبیا بود به مقصد عراق. ماموران در نزدیکی مرز آنها و چند کولبر دیگر را متوقف کردند. مانی 2 بسته از بارها را کنار سنگی مخفی کرد. وقتی ماموران رفتند، مانی برای بردن بسته ها از کوه بالا رفت. ماموران اما دوباره برگشتند. مانی خب به هر حال این فرار
در سراشیب یه کوه میدوه و پاش پیچ میخوره و آسیب میبینه و میفته پایین. مادرش که خب بسیار ناراحت بوده، کاری از دستش بر نمی اومده، خیلی به سختی و به زحمت تونسته، چون منطقه به دلیل نبود امکانات موبایل آنتن نمیداده، تونسته با برادرش تماس بگیره و نهایتا این بچه رو به بیمارستان پاوه برسونن. بعد از اون با رضایت خودش به دلیل اینکه از عهده مخارج بر نمی اومده به منزل میاردش، اما بعد از چند روز به دلیل خونریزی زیاد دوباره به بیمارستان میبرن. در کرمانشاه پزشکان گفتن که به دلیل آسیب هایی که به چشمش وارد شده الان بایستی به تهران بره و اینها نگرانن، چون از پس مخارج هزینه های درمان بر نمیان. آمار رسمی از کشته و زخمی شدن همه کولبران در دست نیست. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش کرده که در 4 ماه اول امسال 32 کولبر ایرانی کشته شدند. بسیاری هم کودک هستن که دارن این کار میکنن. خانم ها بسیاری خودشون سرپرست خانوار هستن. برخی قبلا همسرانشون کولبر بودن، حالا یا فوت شدن یا اینکه به دلیل قطع عضو از کار افتادگی در منزل هستن و نمیتونن به این کار ادامه بدن. در نتیجه دختران و همسرانشون این کار رو ادامه میدن. بسیاری هم خودشون سرپرست خانوار هستن، همسرانشون را از دست دادن و مشغول به کار کولبری هستن. این تصویر از کولبری به نام فرهاد خسروی پارسال بسیار خبرساز شد. پیکر او و برادرش که بر اثر سقوط بهمن در کوهستان‌های مرزی ایران کشته شدند، در برف و یخ پیدا شد. کت فرهاد بر روی جسد برادرش آزاد بود و خودش در انتهای مسیر پیدا شد. تشییع جنازه فرهاد 14 ساله با شعارهای سیاسی همراه بود. دولت حسن روحانی در سال 97 اعلام کرد در 4 استان مرزی طرح ساماندهی کولبری را اجرا خواهد کرد. ظرفیت بازارچه‌های مرزی و نوعی ایجاد تسهیل فعالیت در بازارچه‌های مرزی، مقرر زدایی و آسان کردن کار کولبری در بازارچه‌های مرزی نتیجه گیری بشه، تصمیم گیری بشه. در این طرح قرار بود دولت بازارچه‌های راه بیاندازد و برای کولبران کارت صادر کند. طرح ساماندهی کولبران تا به حال 2 بار در مجلس مطرح شده اما تصویب نشده. در این طرح ممنوعیت تیراندازی به کولبران هم مطرح شده، در حالی که طی سالهای اخیر عده بیشتری از آنهایی که برای به دست آوردن لقمه نان جانشان را به خطر می‌اندازند کشته شدند. فرین آسمی، بی بی سی. هزاران پناهجو که بسیاری از آنها ایرانی و افغان هستند به امید رسیدن به زندگی بهتر راهی اروپا می شوند. اما گذر از راه‌های دشوار خسارت‌های جانی و روانی زیادی به جا می‌گذارد. مدتی است که این مهاجران قدم در مسیر جدیدی گذاشتند. جمشید گلمکانی سراغ بعضی از آنها را در شهر بریانسون گرفته، جایی در کوه‌های آلپ بین ایتالیا و فرانسه. بریانسون، 15 کیلومتری مرز ایتالیا، شهری کوچک با 12,000 جمعیت و سطح اقتصاد متوسط. به خوابگاه موقتی که از چند سال پیش عده‌ای از مردم شهر برای مهاجران سر و سامان دادن می‌روم. بر اساس تحقیقم از چند سال پیش مهاجران آفریقایی از بریانسون گذر می‌کنند، ولی آفریقایی کمتر به چشم می‌خورد. با تعجب حدود 20 مهاجر ایرانی و افغان را می‌بینم. مسئولان خوابگاه می‌گویند که از تابستان امسال برای اولین بار مهاجران این دو کشور از مرز ایتالیا رد می‌شوند. مهاجران به مددکار خوابگاه درباره مسیری که از افغانستان و ایران تا فرانسه طی کرده‌اند توضیح می‌دهند. بیشتر آنها مسیر مشترکی را پشت سر گذاشتند. ایران، ترکیه، یونان، گریک، آلبانی، مونتنگرو، چند تا کشور دیگه، بوسنی، کرواسی، اسلوونی، ایتالیا. Working 2 years. 2 years. Okay. ظرف 15 ماهی که توی این مسیرم بالای 6000 کیلومتر من پیاده رفتم. 6000 کیلومتر خیلی هست که بارها من مسیر اومدم تا نقطه صفرش که برسیم به اون کشوره تا
دوروی مرزش گرفته برگردونده صفر. من فقط میتونم اینو بگم، من اگر تو ایران نموندم یک دلیل بیشتر نداشت، هیچ آینده‌ای برای بچه‌هام ندارم. نیومدیم خاک کرواسی. مهاجران میگویند که اطلاعات را از کسانی میگیرند که قبلا مسیر را رفتند. در این راه دشوار نقشه های روی تلفن های همراه کمک مهمی برایشان است. از ایتالیا که می‌خواستیم بیایم ما دو تا راه داشتیم. از اینجا شروع می‌کنم. از کلایور. از کلایور ما اومدیم اینجا، یه مسیر کلیساست. اینجا اتوبوس دقیقاً ما رو پیاده کرد. اینجا دقیقاً کلیساست. از سمت کلیسا اومدیم سمت چپ، اومدیم داخل این راه. این راه ما اومدیم داخل جنگل. راه اومدیم مستقیم اومدیم تا به این نقطه رسیدیم. از این نقطه بازم راه ها ادامه دادیم، بعد از کنار کوه باز دوباره اومدیم مرز از این طرف رد کردیم که قلعه ها رو اینجا ما میدیدیم، چند تا قلعه این بالا بود. اینجا که رسیدیم فقط یه راه باریک بود که یک قدم میتونستیم بذاریم. سمت راستمون کامل دره بود، یعنی شما اگه یه لحظه تعادلتو از دست میدادی مستقیم ته دره بودی. بچه ها شب اومده بودن میگفتن بسیار خطرناک شب نیاد. شب اومدن از این مسیر بازی با جون. بخواستم خودم تنها بیام در عرض 4 ساعت 5 ساعت میتونستم بیام، ولی یکی از دوستان با هم بود، یکم مشکل تنفسی داشت. این مسیر 9 ساعت و نیم طول کشید برام. بسیاری میگویند حدود 7000 کیلومتر پیاده راه رفتند، اما غم انگیزتر سرگذشت زوجهای جوانی است که با فرزندان خردسالشان این راه دراز را آمدند. در میان آنها چند کودک در مسیر فرار به دنیا آمدند. کودکان پس از ماها زندگی در فرار و ترس فرصتی پیدا کردند که آزادانه جلوی خوابگاه مهاجران کمی جست و خیز کنند. مددکار خوابگاه به هر مهاجر چند برگه به زبان فرانسوی می دهد. این برگه ها از زبان مهاجر خطاب به پلیس می گوید که من در مرحله دادن تقاضای پناهندگی در فرانسه هستم. به این ترتیب شاید پلیس از دستگیر کردنش منصرف شود. مهاجران مدام پرسجو می کنند که بقیه مسیرشان را چطور ادامه بدهند. همه می دانند که از اینجا به بعد باید در یک کشور اروپایی که بهتر میزبانی می کند تقاضای پناهندگی بدهند. مقصد بیشترشان انگلستان است. با گوش کردن به حرفهایشان متوجه می شوم که اکثرا اطلاعات غلط و مبهم از شرایط پناهندگی دارند و درباره زندگی بهتر در اروپا بیش از واقعیت‌های موجود خوشبین هستند. هر روز عده‌ای جدید از مرز ایتالیا به بریانسون می‌رسند و عده‌ای راهی پاریس می‌شوند. آنهایی که پول خرید بلیط ندارند دیگر مهاجران به یاریش می‌آیند. هر نفر چند یورو می دهد تا او هم بتواند به راهش ادامه بدهد. مهاجران پس از سختی هایی که پشت سر گذاشتند دیگر نگران ورود به محیط ناآشنا نیستند. جمشید گلمکانی، شهر بریانسون، فرانسه. در غیاب مدعیان اصلی و همیشگی، فرصتی استثنایی برای دو تنیس باز ماهر فراهم شد تا سرانجام یک تورنمنت اصلی رو ببرند. دومینیک تیم از اتریش و الکساندر زورف از آلمان می‌خواستند با قهرمانی در تنیس اوپن آمریکا خود را از زیر سایه اسطوره‌های معاصر بیرون بیارند. پوریا ژافره گزارش می‌دهد. ویروس کرونا، استادیوم‌های خالی، غیبت اسطوره‌های معاصر تنیس، اخراج اعجاب‌انگیز شماره یک جهان.
همه و همه دست به دست هم دادن تا فرصت افتخار برای این دو نفر در فینال انفرادی مردان اوپن آمریکا به وجود بیاد. بزرگترین استادیوم تنیس جهان در نیویورک تقریبا خالی بود، ولی دومینیک تیم اتریشی و الکس زوروف آلمانی سنگ تموم گذاشتن تا این مسابقه به یکی از بازی‌های کلاسیک تاریخ تنیس تبدیل بشه. زوروف که 4 سال از تیم جوان‌تره عالی شروع کرد. مثل برق ست اول رو 6-2 برد و بعد ست دوم رو 6-4. میگویند سخت‌ترین قدم‌ها در راهی اکثر مواقع اولی هستند و آخری. و برای زوروف انگار این مسابقه مصداق قسمت دوم این ضرب المثل بود. دومینیک تیم هر جوری که بود اجازه نداد دوست آلمانیش ست سوم رو ببره و با کم کردن اختلاف موفق شد ترس رو به اردوی رقیب بفرسته. ست چهارم رو هم دومینیک تیم برد با نتیجه 6-3 و به این ترتیب کار به ست پنجم کشید. ست پنجم آزمون تسلط بر اعصاب در عین خستگی شدید بدن بود. ستی که به جای باریک کشیده شد به تای بریک و در نهایت با کمترین اختلاف یعنی 8-6 دومینیک تیم در اون برنده شد. اولین قهرمانی برای تنیس باز 27 ساله اتریشی بعد از اینکه 3 بار قبلی رو در فینال بازنده شده بود. چیزی که به گفته خودش تمام زندگیش رو برای اون گذاشته. در مراسم اهدای جوایز بازنده جوان هم نتونست جلوی احساساتش رو بگیره. افتخار شیرین در سال 2020 برای بازیکنی که امیدواره این فقط اول راه باشه. پوریا جعفر، BBC. خودش هم میدونه که خیلی شانس آورده. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت BBC فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنون از همراهی شما. مراقب هم باشید.